وقتی یک پدر و مادری هر موقع سراغ بچهشون که دانش آموزه بگیرن، هر موقع او از مدرسه بر میگرده، هر موقع پدر وارد خونه میشه، بلافاصله سوال درسی بپرسه، بلافاصله موعظه کنه، درس تو بخون، بلافاصله مذمت کنه، چرا درس تو نخوندی؟ الان چرا درس نمیخونی؟ الان چرا مشغول بازی هستی؟ بلافاصله نمره رو سوال کنه، بلافاصله توبیخ کنه، چرا نمرت کم شد؟ بلافاصله او رو مقایسه کنه با دیگران. همه این کارها رو اگر پدر مادرها انجام بدن از سر دلسوزیه، از سر نگرانیه، ولی حال بچه رو از هرچی درس خوندن به هم میزنن، ضمناً از خودشون هم بیزار میشن بچه ها. اگر بلافاصله بعد از آمدن از مدرسه هر روز، بلافاصله بعد از آمدن به خانه پدر هر روز این اتفاق بیفته که حساب رسی صورت بگیره، موعظه صورت بگیره، تنبه و تنبیه صورت بگیره، اینا فایده تربیتی نداره که. برای چی این کارو میکنیم؟ بدتر میشه اوضاع، زده میشه بچه. چرا؟ چون قراردادهایی در ذهنش بسته میشه. پدر یعنی من حساب تو میرسم اگه درس نخونی. خب این تصور از پدر خوب نیست، فاصله میگیره بچه از پدر، در حالی که منطقیش اینه که بابا این بابا یا مادر نگران تو هن، دوست دارن، دنبال درس خوندن هیچ کس نیستن، به هیچ کس اینجوری امر و نهی نمی کنن، اصلا کاری ندارن با دیگران، بدبخت بشن یا خوشبخت بشن، تو بچهشی که نگران تو هست. این منطقشه، ولی این منطق دیده نمیشه. چی دیده میشه؟ تلخی امر و نهی، تلخی موعظه، تلخی سرزنش، تلخی محاسبه، تلخی این دیده میشه. پدرها و مادرهای عزیز، حتی اگر بچه از امتحان برگشت که امتحان چند وقت یک باره، بلا فاصله سوال نکنن، بگن که خب هوا چجوری بود، بازی کردید بعد از امتحان؟ بعد از یه ساعت دو ساعت بیان راستی امتحان تو چجوری دادی، که استرس و فشار ایجاد نکنن. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه یک ذهنیتی منفی برای بچه، ذهنیتی که سرشار از محاکمه و محاسبه و معاتبه و معاقبه است، پدید نیاد. لذا هر موقع هر رفتاری پدر و مادر خواستن انجام بدن در جهت تربیت فرزندشون، باید مراقب ذهنیت‌های تلخی که ایجاد میشه باشن، با مقدمه باشه، یکی در میون باشه، نمیدونم به شیوه های مختلف باشه، که ذهنیت منفی پیش نیاد. پدر مادر هی موعظه، هی محاسبه، هی سرزنش، هی حساب کتاب سر درس بکنن، بچه از پدر و مادر و درس خوندن بیزار میشه و یه ذهنیت منفی پیدا میکنه، اصلا از خونه، اصلا فضای خونه براش آزاردهنده است.